دوستان عزیز، امروز در برنامه یه روی خط زندگی میخوایم در رابطه با تعویض مفصل زانو برای شما عزیزان صحبت هایی رو داشته باشیم. عزیزان، عمل تعویض مفصل زانو گاهی اوقات وقتی زانو دچار آسیب و دردی میشه، درد شدید، شاید گاهی اوقات به سبب تصادف یا سایدگی زانو یا دلایل دیگری که پیش بیمار هست، منجر به این میشه که مفصل زانو کاملا برداشته شود و تعویض شود. و این موضوع در افغانستان هم انشالله وجود داره و قرار است امروز صحبت هایی داشته باشیم. برای بیمارانی که کهولت سن دارن یا دچار سایدگی شدید در ناحیه مفصل زانو هستن، این عمل چگونه میتونه باشه؟ تمام این پرسش ها رو میخوایم جواب داشته باشیم عزیزان، در رابطه با تعویض مفصل زانو، ای که چگونه هست، روندش چگونه انجام پیدا میکنه، چه آثار منفی میتونه داشته باشه، آیا وقتی مفصل زانو عوض میشه دوباره این درد در کنار بیمار در نزد بیمار هست یا کاملا برطرف میشه، و سایر نکاتی که انشالله در لابلای بحث امروز به اون میپردازیم. دعوت میکنم که شما عزیزان هم همراه ما باشین و اگر پرسشی دارین در این زمینه یا در رابطه با تعویض مفصل زانو، میتونین به شماره تماس 020-25-11-560 با تماس شوین. انشالله پل ارتباطی ایجاد میشه میان ما و شما و همه پرسش های شما به دست ما میرسه. کما اینکه در لابلای برنامه هم دوستان ما تلاش میکنن که شماره تماس در پایین نمایشگر تلویزیونی شما عزیزان نمایش بتن تا اینکه بتونین ارتباط برقرار کنین. دعوت کردیم از دکتر سب احمد خطاب عثمانی، ایشان متخصص جراحی ارتوپدی هستن و خوشبختانه در کنار ما. قرار است به اتفاق ایشان این بحث خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. دکتر سب، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. من به نوبه خود با تقدیم سلام و آرزوی صحتمندی به تمام هموطنان خیش، خدا کنه برنامه امروز ما جواب سوالات باشه در پیرامون تبدیل و تعویض مفصل زانو. بله، زنده و سلامت باشن. انشالله که بتانیم صحبت های معقولی برای بینندگان عزیز ارائه کنیم تا اینکه عزیزانی که الان در این قسمت رنج دارن یا مشکل دارن هم برایشون آگاهی کاملی ایجاد شود. دکتر صاحب، قبل از اینکه در رابطه با تعویض مفصل زانو صحبت ها رو آغاز کنیم، میخوام که مقداری در رابطه با ساختمان و اهمیت زانو و کارکردهایی که زانو میتونه در بدن داشته باشه صحبت هایی داشته باشیم. تشکر. مفصل زانو یکی از بزرگترین و قوی ترین مفصل های عضویت است که مهمترین وظیفه ای که انجام میده وظیفه ثبات و برداشتن وزن است. از این خاطر بیشتر از تمام مفاصل زیادتر مواجه به تروما ها می باشه، مواجه به تخریب می باشه، و بحث تبدیل مفصل زانو یک بحث بسیار کلان است که عوامل مختلفه که بتونه آناتومی نرمال مفصل زانو رو تخریب بکنه در سنین مختلف از جوانی شروع تا و سنین پیری که شما مقسم که در پیش گفتارتان گفتین، تنها تخریب مفصل زانو منحصر به فرد یا منحصر به شخص و منحصر به سن نیست. یکان وقت عوامل مختلفه باعث تخریب مفصل زانو میشه، آناتومی نرمال یا ساختمان نرمال مفصل زانو رو تخریب میسازه و سبب از این میشه که یک زانو یا هر دو زانوی شخص پیش از او که به سن ایدیال برسه یا داشتن 60-70 سالگی برسه و تخریبات اما سطوح غضروفی یعنی سطح ساختمانی که وظیفه تحصیل حرکات داشته می مفصل تخریب میشه و مریض از درد ناچار میشه به دکتر مراجعه میکنه و یکی از راه‌های آخری تداوی به خاطر جلوگیری از درد تعویض مفصل زانو است. البته تبدیل کامل مفصل زانو نیست. یکان وقت سوال پیش مریضا خلق میشه و از یا بسیار حراس میداشته باشن که تبدیل مفصل زانو، یعنی فکر میکنن که دو طرف مفصل زانو کاملا قطع میشه و یوازی یک ساختمان مصنوعی تیر میشه. قسم نیست. تعویض مفصل زانو تنها قسمت های غضروفی یا ساختمان های لشمه که شما در یکان وقت در ایوانات دیگه مثلا از شما از گوشت گوسفند یا گاو استفاده میگیرم، در ساختمان هایی که روی این مفصل یک ساختمان است که دو یا سه استخوان به وجود یک جای میشه و سبب به وجود آمدن یک ساختمان میشه که میره به نام مفصل میگن. این مفصل روی سطوح مفصلی یک ساختمان لشم است که به نام غضروف مفصلیات میشه. به مرور زمان عوامل مختلف پیشرفت سن، تغییرات سینی، سبب از این میشه کمی لشمی روی امی غضروف از بین میره و سبب استکاک یا تولید درد میشه. یعنی ساختمان غضروفی یک ساختمان است که از نظر ارویی، یعنی از نظر خون، بسیار خون کم داره و تخریب که میشه دوباره ترمیمش
توسط نسج فیبروز میگن توسط از اوس به وجود آمده و ترمیم میشه و این نسج باز سبب وجود آمدن درد میشه. یعنی هر حرکاتی که می داشته باشد از سنین مختلف یا کسایی که وزن بسیار بلند می داشته باشند عوامل مختلفی را که باز در قسمت اسبابش میایم که چی چیزا باعث تخریب مفصل زانو میشه و بالاخره آخرین راهش مسئله تعویض مفصل زانو، یعنی قسمتای لشم مفصل زانو که غضروف مفصلی میگه برداشته میشه یا تراش میشه توسط ساختمانای توسط وسایل طبی و روی از روی عوضش یک ساختمان فلزی مصنوعی پوش میشه و توسط سمنت مخصوص بسته میشه و درد مریض کاهش پیدا میکنه و با اصطلاح چی همون لایف استایل همون شیوه زندگیش تغییر میکنه، کجی که به وجود میداشته باشه، سوی شکل بسیار که میداشته باشه و بالاخره عدم توانایی که در فعالیت های روزمره از میداشته باشی امی توانایی دوباره بدست میده. پس استخوان اصلی مفصل نگهداری میشه و یک قسمت غضروفی که وجود داره و تخریب شده و آسیب هم از اونها یا بیشتر هست تعویض میشه. یعنی ما کاملا یک قسم نیست که مثلا دو سطح که در یک دو سطح استخوانی که در یک مفصل قرار داره ما دو سطح کاملا قطع بکنیم و در عوضش یک چیز مصنوعی بکنیم، فقط ساختمانای تخریبی که در روی مفصل زانو میباشه در قسمت‌های آخر استخوان میباشه اونم قسمت‌های تخریب شده برداشته میشه سوی اشکال اصلاح میشه و یعنی سوی اشکال یگان وقت زانو به شکل تو داخل بیرون رفتگی ساختمانه تو ماوروس میگم یا یگان وقت ولگوسیت به شکل چی ده باشه رفتار مریض تغییر می داشته باشه اینمی سوی اشکال اصلاح میشه دمی تعویض مفصل زانو. بسیار خب، حالا بیشتر عقیده ما بریسه که آسیب های ناشی از تصادف یا سایر برخورد هایی که منجر شده که یک درد یا آسیب جدی به ناحیه زانو باشه شاید دلیلی باشه مبنی بر تعویض مفصل زانو. سایدگی استخوان هم تا جایی درج میشه. بله. عواملی که مشخصا سبب میشه بیمار دچار بیماری شود یا گپ به جایی برسه که دکتر سباب تصمیم میگیرن که عمل تعویض مفصل زانو را پیشنهاد کنن چه دلایل یا چه بیماری هایی در بیمار میتونه باشه؟ بله، عوامل مختلف هم میتونه سبب تخریب مفصل زانو شوه. عوامل یکی صدمات، حادثات و ترامه ها میباشه که از فعالیت ها و ورزش های بسیار ثقیل شروع بالاخره ترامه هایی که در اثر حادثات ترافیکی به وجود میه و سبب تخریب مفصل زانو، شکستگی های داخل مفصل زانو و بالاخره یگان وقت تومورایی که باعث تخریب مفصل زانو میشه یا عوامل دیگه که از باعث یگان همراز سبب تخریب مفصل میشه اوستیارتریت هایی هستن یا آلت هایی است که از باعث میکروب سبب تخریب مفصل زانو میشن، استپتیک آرتریت یا امراض تقیوی مفصل تخریب میکنه، سطوح غضروفی رو کاملا از بین میبره. این عوامل است که عوامل کسبی است. یکی عوامل است که به شکل استحالوی یا به شکل دژنراتیو، یعنی با پیشرفت سن تخریباتی که در بیرون ما و شما میبینیم که مثلا مویا خراب میشه، دندان خراب میشه، یعنی مثل ساختمان های داخلی عضویت هم به مرور زمان به طرف دژنریشن یا به طرف استحاله رفته و ساختمان‌های داخلی تخریب میشه. اما یک تعداد عوامل تشدید کننده ای که چی باعث از این میشه که تمام کسایی که سنشان 70 و 80 و 90 ساله میبشه این تخریب مفصل زانو نمیشه، همشون به طرف تعویض مفصل زانو نمیرن، کدام اشخاص زیادتر معروض به تخریب مفصل زانو است؟ اول در افغانستان آیستا آیستا متاسفانه با رژیم غذایی که مردم استفاده میکنن وزن زیاد، یعنی چاقی یکی از عوامل است که میتونه چاقی باعث امراض مختلفی چون شکر و فشار بلند و یک تخریبات دیگه از نظر داخل پیش مریضا با وجود بین چاقی میتونه، چون همونطور در اول که گفتم که مفصل زانو یک مفصل وزن بردار است، یعنی هر ساختمانی که وزن زیاد میبردار است عوضی میشه که بیشتر از حالت طبیعی زیادتر تخریب شد. وزن زیاد مثلا یک آدم قد بسیار نرمال یا متوسط میشه 160-170 سانتی، اما وزنشان 110 کیلو 100 کیلو، این باعث از این میشه که به مرور زمان چون زانو یک مفصل وزن بردار است سطوح مفصلی تخریب میشه، ساختمانایی که در داخل مفصل زانو به خاطر ثبات مفصل زانو سو به نام منسک یاد میشه یا ساختمانای البته های داخلی مفصل زانو یا به مرور زمان به هسته حالا یا تخریب دچار میشه و بالاخره سبب از این میشه که بیش از وقتی مریض میشه. دیگه استفاده از زیاد از زانو است، مثلا فعالیت های شدید بسیار سپورتی می باشه فردان، یک تعداد کارهای بسیار ثقیله که متاسفانه در کشور ما
وکانکارایی که هستن مثلا کارهای بسیار شدیدی میکنن در هر سن سال از سر فعالیت بیش از حد که میکنن بالاخره مفصل زانو تخریب میشه، سوء شکل پیدا میشه و سبب تولید درد بسیار شدید میشه و مریض مفصل خود از دست میده. در خیلی از موارد دلایلی که شما اشاره فرمودید بحث بی توجهی ماست که ما اهمیتی نمیتیم نسبت به سر و سلامتی خود و منجر به این شده که چنین بیماری رو دچار شدیم و گپ به جایی میرسه که دچار تعویض مفصل شدیم. فکر میکنم این عکس داره به دقت برای ما نشان میده که این پروسه‌ای که شما اشاره فرمودید دقیقاً هدفش چیه. در این دو ساختمان میبینیم یکیش اونها یک ساختمان مفصل زانو رو نشان میده کنم، ساختمان غضروفی که یک ساختمان لشم است که در روی استخوان قرار داره همون ساختمان تخریب شده و اون از قسمت سرخ که معلوم میشه یعنی ساختمان استخوان برهنه شده و بالاخره این دو ساختمان برهنه استخوان که غضروف خود را دست داده با تماس هم دیگر و حرکاتش سبب وجود آمدن تشدید درد میشه. یعنی به این معنا که کسایی که سنشان کلان میشه و وزنای بسیار ثقیل میداشته باشن میشه که پیشگیری هم شده شبه و چه قسم بتانه که از پیشرفت از این تغییرات دژنراتیف یا اوستیارتریت هایی که در مفصل زانو پا وجود میه که یگانه از یعنی بیشترین اسباب را که سبب تخریب مفصل زانو میشه یعنی سایدگی مفصل زانو یا اوستیارتریتیس یک مرض است که زیادتر معروض به تعویض مفصل میشه در آخرش. از او جلوگیریش یعنی کاهش وزن، تکمیل ورزش های روزمره یا یعنی به صورت متداوم باید مریض یک تعداد اکسرسایز ها و تمرینات ها به خاطر از اینکه یعنی فشار زیاد سر خود زانو ها کمتر شود یعنی عضلات اطراف زانو باید تقویه شود تا فشار زیاد سر قسمت های عضلی به وجود بیاید، یعنی تغییر به اصطلاح شیوه زندگی یا استایل زندگی است که فرضاً جلوگیری از دو زانو شیشتن، چهار زانو شیشتن، استفاده از لفت یا کمتر دزینا بالا شدن تا شدن، فعالیت های ثقیل کم، جلوگیری از فعالیت های بسیار شدید مثلا کار در مزرعه، دیقانی، بیل زدنی وظایف است که با وقتی که زانو تخریب میشه و تغییرات به حساب تخریبی در داخل مفصل زانو میه این باید جلوگیری شود تا از پیشرفت جلوگیری شود تا از این که آخرین استیج تداوی از این مسئله تبدیل مفصل زانو است از این جلوگیری بتانیم باید ما یک تعداد شرایط مساعد بسازیم تا مریض بتانه با مو یک تخریباتی که در داخل مفصل زانو میه که از نظر بحث تیبی بازی درجه 1، 2، 3 و 4 که نظر به رادیوگرافی دکتر تعیین میکنه که در هر درجه از این برازی یک تعداد تداوی های را دکتر پیشنهاد میکنه، تداوی های دوهی است فرزن، تداوی های ورزش و اکسرسایز است، تداوی های فیزیوتراپی است و بالاخره در آخرین استیجش که وقتی که تغییرات اوستیارتریت یا تخریب مفصل زانو به درجه آخرش میرسه باز تعویض مفصل زانو یگانه راه جلوگیری از درد است. پس بحث استخوان در ناحیه زانو به شکل پیچیده و مغلق است که این درد اول به شکل یک درد مزمن ممکن شروع شد و همچنان امتداد پیدا کنه، ادامه داشته باشه و بعدها به سایدگی استخوان بدل شد و همچنین در یک چون که شاید هستیم دکتر صاحب غضروف از بین رفته تقریبا که اگر گزینه عمل جراحی پیش روی ما نباشه ممکن است چه آسیب جدی را به صحت سلامتی در ناحیه زانو که یک مفصل بسیار مهم و حیاتی در بدن است وارد میکنند. بله، اما قسمی که ما در بحث میم سر بحث تداوی از این که چه قسم ما یعنی یکی از راه های جلوگیری یا پیشگیری از این که راستن به طرف تعویض مفصل زانو بریم تداوی هایی که از طرف دکتر اما قسمی که ما پیشتر اشاره کردم پیشنهاد میشن نظر به عکس و رادیوگرافی و معایناتی که پیش مریض اجرا میشه یعنی که در تخریب مفصل زانو یا سایدگی مفصل زانو در کدام درجه قرار داره و چقدر تخریب شده مفصل زانو فرق میکنه که ما از نظر رادیوگرافی یک کلاسفیکیشن یا تقسیماتی که از طرف اتبای ارتوپیدی تعیین شده و یا رادیولوژی یه را به 4 استیج تقسیم کردن که در هر استیج از او بر مریض تداوی های مختلف را پیشنهاد میشن فرضاً تداوی ها از تداوی های ورزش و اکسرسایز و تمرینات به خاطر تقویه عضلات اطراف زانو یعنی عضلاتی که در قسمت بالای مفصل زانو قرار داره در قسمت پایین مفصل زانو قرار داره این عضلات باید قوی باشه و بتانه که یک مقدار فشار که سر استخوان میه ایر جلو بگیره و پیشگیری بکنه از تخریب زیادتر دیگر تداوی های دوایی است که استفاده از
یک تعداد انالژیزیکا و یک تعداد دوایی ضد درد است. اما امیرعظمی توربین شما میلان میکنم برای هموطنان ما که سوء استفاده غیر علمی استفاده از دوای ضد درد باعث تخریب گرده، خراب شدن قسمت‌های معده و بالاخره سبب به وجود آمدن عدم کفایت گرده میشه که تعداد زیاد مریضا را که ما ملاحظه کردیم خود سرانه از دواخانه دکلفناک یا یک دوای ضد درد استفاده میکنن، چند سال، 5 سال، 10 سال استفاده میکنن، بالاخره با یک خراب شدن یا عدم کفایت مفصل چی گرده به شفاخانه مراجعه میکنن. هیچ وقت تا که دکتر در جریان نباشه باید سوء استفاده از دواهای ضد درد نشه و قسم تجویز ما برای مریض و مریضدارا می است که خودسرانه هیچ وقت دوای ضد درد استفاده نکنند. پولی ازی که درد از یار خاموش می سازه سبب وجود آمدن عوارض دیگه هم میشه. یکی از تداویای دیگه پیش از عملیات بله ورز پوزش در ترس عذر می خوام که صحبت های شما را قطع کردم. اجازه می خوام که میان برنامه ای داشته باشیم. همکاران ما اشاره میکنن که میان برنامه آماده نشر است. میبینیم و انشالله ادامه صحبت ها را در خصوص تعویض مفصل زانو در بخش دوم داریم. حتما. دوستان عزیز ممنون از ای که شما عزیزانم همراه ما هستید. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. میان برنامه آماده نشر است. میبینیم و برمیگردیم به ادامه صحبت ها در بخش دوم. دوباره خوش آمدید عزیزان و سلامی هم عرض میکنیم به عزیزانی که همکنون به برنامه ما پیوستن. صحبت ما در خصوص تعویض مفصل زانوسته و لازم هست که یک بار دیگه شماره تماس خدمت شما عزیزان بیان کنم. 020-2511-560 شماره تماس برنامه است و اگر پرسشی پیرامون بحث امروز دارید میتونید مطرح کنید. دوستان عزیز بخش دوم برنامه است و همچنان صحبت ها را به اتفاق دکتر صاحب ادامه میدم. ممنون از شما هم دکتر صاحب، زنده و سلامت باشین. در رابطه با انواع عملیات های تعویض مفصل زانو صحبت میکنیم. فکر میکنم عملیات نوع دوم اول صحبت کنیم و اشاره شما به عملیات نوع دوم بود. این چگونه یک عملیاتی است و چه هدفی میتونه داشته باشه؟ اما قسمی که در تداوی به اصطلاح ساییدگی های مفصل زانو یاد کردم، یکی تداوی های جراحی است و یکی تداوی های غیر جراحی است. تداوی های غیر جراحی که ورزش، اکسرسایز، استفاده از انالجیزیکا، زرقیات داخل مفصلی است که بخاطر پیشگیری و بالاخره بخاطر جلوگیری از درد همه از این تداوی ها استفاده میشه. یعنی هیچ کدام از این تداوی ها به صورت قطعی نمیتونه که ساییدگی مفصل زانو را از بین ببره. تداوی های جراحی از این یکی تداوی های آرتروسکوپیک است که یک تعداد از کشورها حال بسیار رایج است. مریض هایی که ساییدگی مفصل زانو می داشته باشند در درجات 2 و 3 و در مراحل مقدم، شستشوی مفصل زانو با استفاده از آرتروسکوپ یا یک ساختمان است که زیر یک مانیتور مخصوص دوتا سیخ داخل مفصل زانو می شه. ساختمان های غیر نرمال مثلا استیفیتای یک تعداد استوانه ایزوفگی که پیدا میشه، یگان ساختمانای سینویوم میگن، یک تعداد پورچه های غضروف مفصلی که پاره شدگی می داشته باشه اینیا برداشته میشه، یگان ساختمانایی که تخریب مفصل زانو می باشن، یک تعداد عملیاتایی که به نام مایکرو فرکچر میگن در داخل مفصل زانو سوراخ های ایجاد میشه تا دوباره بتونه عضویت انسان با استفاده از قدرت ترمیمی که داره همین ساییدگی جلوگیری شه و در اون مرحله استاب بانه. و دیگه تداوی آخرش تداوی عملیاتی است که تعویض مفصل زانو است. تداوی تعویض مفصل زانو شامل دو قسمت است. یکی تداوی کامل مفصل زانو است و دیگه تداوی نسبی یا نیمه است. تداوی نسبی یا نیمه در صورتی که دکتر متوجه میشه که ساختمان، یعنی به اصطلاح سه ما میگیم سه کامپارتمان یا سه قسمت مفصلی که در داخل مفصل زانو وجود داره، یکی مفصل، یکی استخوان فیمور یا استخوان که از بالا قرار داره، یکی استخوان دیگر که به نام تیبیا میگن در پایین است و یک استخوانه که دیگه که کپ یا به اصطلاح مو عینک زانو میگن پیش مردم. اما استخوانا وقتی که میبینن که در یک قسمت از این سه مفصل تخریبات میبینه تن اونم قسمت تعویض میکنه، یعنی زیاتر تخریب در جایی به وجود میاد که نوعی به اصطلاح وید بیرینگ باشه، یعنی نوعی که سر از او فشار زیاد میباشه. بله. اما دکتر سبام تصمیم میگیرن یا انتخاب میکنن که حداقل تعویض بعد اخرش گیره به نام پارشل نی ریپلیسمنت یا یک تعویض نسبی مفصل زانو میشه که در استخوان بالایی یا در استخوان پایانی یک قسمت شتنا تعویض میکنن با استفاده از ساختمانهای مخصوصی که توسط کمپانیایی که وسایل ارتوپدی رو تولید میکنن او قسمت تنها تعویض میشه. اما در مراحلی که دیده میشه که
تخریبات زیاد است و نمیشه که تنها یک قسمت مفصل زانو تخریب است و تمام قسمت ها یعنی عرصه مفصل تخریب شده باشه، در اون صورت تعویض کامل مفصل صورت میگیره. وسایلی که به خاطر تعویض مفصل شیمیش از مواد فلزی و یک تعداد مواد پلاستیکی ساخته شده که در بین دو ساختمان فلزی که به خاطر تعویض مفصل هم قسمی که بیشتر شما دیدید عکس میبینید، یکی قسمت استخوان بالایی است، اون یک ساختمان فلزی است که به نام کامپوننت فیمور یاد میشه و قسمت زیرش یک تیبیال پلیت یاد میشه و ساختمان پلاستیکی سفیده که در بین است از مواد بسیار سخت و قیمتی ساخته شده که در بین دو ساختمان فلزی قرار داره به خاطر تسهیل حرکات است. این هدف اساسی تعویض مفصل زانو جلوگیری از درد است که باید درد مریض باید استاپ شد و به اصطلاح شیوه زندگیش و تغییراتی که از اثر اوستیارتریت یعنی همو سایدگی مفصل زانو از او برداشته میشه و ساختمان تعویض میشه. دیگه ساختمان که دیگه که به نام استخوان پتیلا یا استخوان عینک که پیش مردم زیادتر مروج است، اگر در صورتی که تخریبات زیاد باشه اما قسمت هم غضروف مفصلیش تخریب شده باشه، شما در زیر از او یک ساختمان سفید را میبینه نه از مواد پلاستیکی هسته، او هم تراش میشه و ورداشته میشه. این عملیات حداقل تقریبا نظر به اکسپریانس دکتر، نظر به امکاناتی که شفاخانه می داشته باشه، نظر به وضعیت عمومی مریض از 2 الی 3 ساعت وقت میگیره. عملیات در شرایط عملیاتخانه اجرا میشه، در شفاخانه مجهز اجرا میشه و این عملیات بعد از عملیات یک تعداد فعالیت هایی که بر مریض لازم است همون فعالیت های اجرا میشه. یعنی مفصل زانویی که حالا اگرچه کمپانی ها مفصل های زانویی را تولید کردن که میتونه تا حد امکان مریض زانوی خود قاط بکنه بل. اما مثل یک مفصل طبیعی واره نمیتونه فول فلکشن یا قاط کردن تام اجرا بکنه بس. و در راست کردنش میتونه فول اکستنت یا میتونه راست بکنه پای خود و این یک تعداد مراقبت هایی که مربوط به شفاخانه میشه، مربوط به مریض میشه و بالاخره مربوط به نرسنگ شفاخانه میشه بر مریض تا یک مدت تقریبا 12 هفته وقت میگیره تا دوباره مو فیزیولوژی نرمال خود مریض به دست بیاره. بله و بحث مراقبت ها رو مشاور کن ان شاء الله لازم هست در رابطه با مراقبت های ویژه ای که بعد از حالا عمل جراحی باید صورت بگیره هم صحبت میکنیم. قبل از اون دکتر صاحب، چون بحث استخوان یک بحث بسیار پر اهمیتی هست و صحت و سلامتی کل بدن ما به نحوی میتونه مرتبط باشه با صحت سلامتی استخوان ها، با افزایش سن معمولا استخوان ها هم آسیب ببینن. در بسیاری از مواقع میبینیم که فرد دچار پوکی استخوان میشه، استخوان ها شکننده میشه و اون مقاومت قبلی که در دوران جوانی یا میانسالی است دیگر نداره. در بحث تعویض مفصل زانو که حالا عقیده دکتر صاحب است که در واقع بیمار به یک مرحله ای رسیده که باید مفصل زانو تعویض شود، برای کسانی که کهولت سن دارن با مشکلی میخورین یا خیر؟ بله، البته تداوی یا تعویض مفصل زانو پیش مریضا نظر به سن مریض، نظر به وضعیت استخوان قرار داره، نظر به وضعیت که از نظر داخله کدام مشکل می داشته باشه یا امراض متمم پیش مریض می باشه نمی باشه، نظر به این فرق میکنه. یعنی ما یک مریض که کاملا سنش تقریبا در حدود فرضاً در سطح افغانستان ما شما صحبت میکنیم 70 80 ساله باشه و استخوانش به او مرحله پوکی بسیار شدید استخوان مواجه نشده باشه که یعنی بتونه کمی ساختمان مفصل مصنوعی در خود نگاه بکنه، بله ما اونو مریض کاندید عملیات میکنیم. دیگه مریضایی که از نظر داخله کدام مشکل خاص نداشته باشه، امراض متمم مثلا امراض قلبی، امراض گرده و یک تعداد امراض دیگه که مریض نمیتونه از این مفصل به شکل صحیح استفاده بکنه، یعنی این مسئله به حساب زندگی قبل از عملیات از اینکه آیا یک آدم اکتیف بوده میتونست از این پاها استفاده خوب بکنه یا اینکه یک مریض محکوم به بستر بوده و امراض دیگه ایره اجازه نمیده که ما برای این تعویض مفصل اجرا بکنیم. در اون حالت فقط تداویه محافظوی پیش مریض اجرا میشه، یعنی کوشش میشه که مریض تا حد امکان تداویه جلوگیری از پوکی استخوان، اکسرسایز، رژیم غذایی مناسب محتوی کلسیم، ویتامین دی بر مریض تجویز میشه تا بتانیم استخوان مریض آماده بر عملیات بسازیم. یعنی تمام مریضایی که تخریبات مفصل زانو یا اوستیارتریت مفصل زانو می داشته باشن نمیتونیم ما کاندید عملیات تعویض مفصل بکنیم و
امی تعویض مفصل زانو با ریسرچ‌هایی که صورت گرفته در حتی کشورهای بسیار پیشرفته چون امریکا، یعنی کامیابی از این تقریبا 85% است. یعنی 100% مریضا از تبدیل مفصل روزی از تبدیل مفصل زانو روزی نمی باشن. یعنی 15% مردم یا کسایی که تبدیل مفصل زانو شده و ریسرچ‌هایی که وجود داره با درد دوامدار تا آخر عمرشان امروشان میباشه. یعنی این درد وقتی شروع میشه که تعویض مفصل زانو صورت گرفته یا همون دردهای قبلی در وجودش هست؟ درد البته نظر به سابقه که ما داریم یک تعداد مریضا را که ریسرچ کردیم و دیدیم، این از مراحل قبل از تعویض مفصل زانو درد کمتر میشه، اما او شکل که مریض تقاضا می داشته باشه که درد کاملا از بین رفته باشه، یعنی حداقل به خاطر از اینکه یک مریض دوباره به زندگی نرمال خود بر بگرده، یعنی از یک هفته شروع تا 12 هفته را وقت کار داره تا دوباره، یعنی 12 هفته تقریبا 4 ماه می بشه، یعنی 4 ماه بعد باید مریض کاملا با زندگی نرمال خود ادامه بده. اما فعالیت های بسیار شدید ورزشی را مریض انجام داده نمیدن، ایران باید به مردم خود بگوییم که مثلا این تعویض مفصل زانو میتونه در هر سن سال، اما در مرحله که یعنی دوره بلوغ به اتمام رسیده باشه، زل نشو نمایی بسته شده باشه و تخریبات بسیار شدید مثلا آسیب های شکستگی های ترافیکی میباشه یا صدمات سپورتی بسیار تخریب پیش رونده مفصل زانو را همراه میباشه، در این مریضا میشه که تعویض مفصل اجرا شه، اما مریض باز دوباره نمیتونه که با یک مفصل مصنوعی مثلا فوتبال بکنه، نمیتونه که دوباره به میدان فوتبال برده یا والیبال بکنه یا فعالیت های شدید بکنه، فقط جلوگیری از دردش میشه، میتونه که فعالیت های عادی روزمره خود پیش ببره، اما فعالیت های شدید ورزشی رو نمیتونه که از مفصل مصنوعی استفاده بکنه. و درد نسبی که پیش 15% مریضا میمونن یک درد می باشه که ریسرچ صورت گرفته، تحقیقات که در شده و ای حتما تخریبات در قسمت های خود کپسول مفصل زانو می باشن، ساختمان های اطراف مفصل زانو می باشن، اینی باعث از این میشه که با وجود که دو سطح مصنوعی با هم دیگه تماس دارن، سطح مفصلی درد نمی داشته باشن و ساختمان های اطراف زانو گاهی وقت با تورم، با پوندیدگی، با یک حالت می باشه که مریض همیشه از درد شکایت میکنه. این ریسرچ هاییست که در خارج از کشور صورت گرفته و 15% مریض ها اصلا از تعویض مفصل زانوی خود راضی نمی باشد. و گپ دیگه ای که هر عملی جراحی دارای اختلالات یا یک تعداد عوارض ناخواسته ای است که می باشه که این عوارض ناخواسته که در تعویض مفصل زانو ما دیدیم و پیش مریضا مشاهده کردیم، این مربوط به مریض میشه، مربوط به دکتر میشه، مربوط به شرایط شفاخانه میشه. این شفاخانهایی که فرضاً این امکانات بهداشتی بسیار خوب نمی داشته باشن، شرایط پاکی و صفایی عملیات خانه به اون شکل خوبتر و بهترش نمی باشه، در اون شفاخانه این چانس خطرات انتان یا منتن شدن مفصل زانو بعد از عملیات بسیار بلند است و یکی از بدترین اختلالات است که بعد از عملیات ما یک چند واقعه را دیدیم و باعث از این میشه که باید وسایل دوباره کشیده شد و تداوی بسیار دوامدار حتی تا به مرحله که خدای نخواسته طرف باید قطع شد. اختلالات دوگر مسئله درد است که پیش یک تعداد مریضا گفتیم 15% مریضا است عملیات هشت اصلا روزی نمی باشن و با درد دوامدار تا آخر عمر وجود می داشته باشه. دیگه یگان وقتی که ما قسم شما گفتیم که مسئله پوکی استخوان، پوکی استخوان، استخوان ها تخریب میشه، این ساختمان های فلزی که در مفصل است یا میتونه که 100 سال کار بده، اما عضویت انسان نمیتونه که یه در خود نگاه بکنه، بالاخره با مرور زمان بعد از 15 سال یا 20 سال که کمپانی ها میگن عضویت انسان در موالت باقی نمیمونه، یعنی تخریب مفصل، تخریب استخوان ها صورت میگیره، تراکم میشه، تراکم و پوکی استخوان به وجود میاد و این مفصل از خود اعلامیده، این لوز میشه یا سست میشه، سبب از این میشه که باز دکتر بعد از 15 سال 20 سال از شکل دیگه زیری که به نام شکل ریویژن یا عملیات دوباره ما میگیم، عملیات دوباره که از وسایل استفاده میشه که ساقه می داشته باشن تا قسمت های بالای استخوان تثبیت میشن و یک پروسیجر نسبتا کلانتره. بسیار خب، ممنون شما، زنده و سلامت باشون دکتر، سپاسگزاری میکنم از صحبت های شما. و دوستان عزیز، انشالله در بخش بعدی در رابطه با نگهداری های بعد از تعویض مفصل صحبت میکنیم، میان برنامه ای رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها در بخش بعدی.
با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش سوم برنامه است هم و همچنان در خصوص تعویض مفصل زانو بیشتر صحبت میکنیم. دکتر صاحب، قبل از اینکه صحبت ها رو در خصوص مراقبت ها و نگهداری ادامه بدیم، لازم است با پرسش که بیننده از ما فرستادن جوابی داشته باشیم. خواهر ما شکیبا از کابل سوال خود این گونه عنوان کردن که زمستان ها زانو دردم زیاد میشه. حالا دلیل اصلی زانو دردشان هم نگفتم، ولی عنوان کردن که 160 سانتی متر قدشان هست و 85 کیلوگرم هم وزنشان، گفتن که پیاده روی کنم یا خیر. بفرمایید. سنشان هم نگفتن؟ سن خود متاسفانه نگفتن. نخیر، دردهای مفصل زانو یک پرابلم هام است و یک کیس بسیار کلان است که تنها منصر به سویدگی مفصل زانو نمیشه. یکان وقت ما دردهای می داشته باشیم که در مفصل زانو اصلا درد منصر به مفصل زانو نمیشه، یعنی دردهای انتشاری می باشه که از قسمتهای بالا، یا حتی دردهای یکان وقت دردهای قسمتهای کمر را می تانه که سبب وجود آمدن دردها در قسمت مفصل زانو یا در قسمت پشتر مفصل زانو به وجود بره. و یک تعداد حالتهای دیگه که به اصطلاح التهابات مفصل زانو است که اکثرا شاید خواهر ما جوان باشن، التهابات مفصل زانو است یا تروماهایی که همونطور یاد کردم از تروما یا صدماتی که ناشی از سپورت و فعالیتهای روزمره به وجود می آید سبب وجود آمدن دردهای مفصل زانو میشه. اگر در صورتی که از نظر ساختمانی کدام مشکل خاص پیش از خواهر ما وجود نداره، میتونن با خاطر آرام و ورزش و پیاده گردی ادامه بدن. در صورتی که اگر تغییرات، یعنی که پیش دکتر مراجعه کردن گفته شده که فرضاً یک سویدگی مفصل زانو دارن یا بالاخره یک پاره شدگی ساختمان های داخلی مفصل زانو یا منسک مفصل زانو یا ساختمان های رابطه های داخلی مفصل زانو دارن، در اون صورت با در نظر داشت همین مسائل میتونن یک محدودیت در فعالیت های خود به وجود بیارن و مشکل دوباره انشاءالله حل میشه. و البته این هم با تشخیصی است که دکتر نظر به تشخیصی که دکتر میکنن که آیا همین درد مفصل زانوی ازی که در زمستان ها زیاد میشه ای منصر به مفصل زانو است، دردایی است که از مفصل زانو نشأت کرده، یا ای که دردایی است که مربوط به ساختمان های اطراف مفصل زانو، یا یک درد انتشاری است که از قسمت های کمر یا ساختمان های دیگه ده مفصل پیدا میشه. برای این خواهر ما وزن بالا ممکن هست گزینه خطرناکی برای درد های زانو باشه یا خیر؟ بلند کردن وزن؟ نه خیر، چون وزنشون 85 کیلوگرم است. یکی من قسمی که پیشتر مدام و شروع صحبت گفتم که از عواملی که بیشتر سبب تخریب مفصل زانو میشه مسئله وزن زیاد است. ما برای از خواهر خود پیشنهاد میکنم که از پیاده روی کرد، اگر امکانات داشته باشم در خانه از بایسکل های سپورتی که استفاده میشه، چون یعنی ساختمان ورزش است که سر مفصل زانو فشار نمیاره، تنها باعث تقویت عضلات اطراف مفصل زانو میشن، از بایسکل های استفاده کنن بهتر است تا از پیاده گردی بسیار زیاد. بله، بسیار خوب. در رابطه با مراقبت ها صحبت میکنیم دکتر صبی، که بعد از اینکه تعویض مفصل زانو صورت میگیره و عمل موفقانه انجام شده، چه مراقبت های جدی هست که باید دکتر بیمار لحاظ کنند؟ یکی از پرابلم بسیار عمده که ما اکثرا بعد از عملیات به او مواجه میشیم همین مراقبت های بعد از تبدیل مفصل زانو است، چون اکثرا مریضای ما یعنی با وجود که گوشزد میشن و برشان تاکید میشه که باید یک تعداد فعالیت ها و اکسرسایز و تمریناتی که لازم است به خاطر جلوگیری از شخی مفصل که بعد از عملیات به وجود می، یا به خاطر تقویت عضلات اطراف مفصل به وجود می، این فعالیت ها باید انجام شه. مریضای ما البته متاسفانه که انجام نمیتن به خاطر از اینکه یک درد که نسبی که تا یک مدت را بعد از تعویض مفصل در مفصل وجود می داشته باشه، یا کوشش میکنن که همی حرکات محدود بسازن، فرضاً برشان حرکات قاد کردن، راست کردن و یک در فیزیوتراپی که از طرف فیزیوتراپیست و دکتر برشان تجویز میشه همی حرکات نمیکنن، بالاخره با یک 3 یا 6 هفته که تیر میشه سبب وجود میشه جایی که دکتر شق میکنه یا مفصل تعویض میکنه سبب وجود آمدن یک چسبیدگی در مفصل میشه و بالاخره زانوی مریض اون شکلی که باید قاد بخوره قاد نمیخوره. این یک پرابلم بسیار عمده است. خب سوال را شما مطرح ساختین و برای مریضای ما همیشه ما تاکید میکنیم که شما به توصیه دکتر همیشه گوش بدین و فیزیوتراپی که از طرف فیزیوتراپیست که یعنی یک مریض ارتوپیدی یا تعویض مفصل زانو که اجرا میشه کار تنها یک دکتر نیست، مراقبت های بعدی عزیز ایجاب ازیر میکنه که مریض، پایواز مریض، فامیل مریض و بالاخره
فیزیوتراپیست با دکتر همکار باشه تا بتونه مریض اما قسمی که دکتر میخواد حرکات باید اجرا بکنه، به خاطر تقویه از این حرکات خلاف باید جلوگیری کنه. فرضاً در هفته های اول بلند شدن در ارتفاعات، فعالیت های بسیار شدیدی سپورتی و دو زانو شیشتن فول قاط کردن و استفاده از مواد خوبه که به خاطر تقویه استخوان‌ها سو باید استفاده شود، تمریناتی که از طرف دکتر برش گوشزد میشه او را اجرا بکنه و خود محکوم با بستر نکنه تا بتانه از این مفصل در آینده به شکل خوب و وجه احسنش استفاده بکنه. اختلالاتی که بعد از عملیات به وجود میاد، یکی از خطرناک‌ترینش که مسئله گفتم انفکشن یا میکروب است که بعد از عملیات پیدا میشه که بسیار خطرناک است. دیگه یگان وقت استفاده سوء استفاده از طرف است، مثلا فعالیتی که ما مرش میگیم اینی فعالیت ها را تا اینی حد اجرا بکنه، مریضی کار را نمیکنه، بالاخره مریض در یک ارتفاع سبب وزی میشه که ساختمانی که امرای سمنت مخصوص همی ساختمان مفصل که شما اینجا میبینین امرای سمنت مخصوص به استخوان چسبانده میشه. این خطا میخوره، سبب فیل شدن همی سامان و وسایل میشه که از اختلالات است که باید ایره مریضا مراقبت داشته باشن. دیگه استفاده از یک دوا است چلو یگان وقت عملیات های مفصل زانو سبب به وجود آمدن یگان لخته شدن خون ده چی میشه، یگان دوا هاست که یک ماه 40 روز پیش مریض استفاده میشه و او دوا را باید مریض استفاده بکنه. رژیم های غذایی، رژیم های دوایی را باید کاملا مراعات بکنه تا بتانیم از این مفصل که برش اجرا شده، تعویض مفصل اجرا شده، از این به شکل خوب و وجه احسنش استفاده بکنه. بله، سپاسگزار میکنم. مجددا پرسشی هست که بیننده عزیز برای ما فرستادن. دکتر صاحب، بیننده ای عنوان کردن که زانوی چپم درد داره، یک سال قبل بار سنگینی را من بلند میکردم و حتی شنیدم که در زانوی چپم صدایی هم ایجاد شد. هوا که سرد میشه این درد بیشتر میشه. ایشان سنشان 30 سال هست و اگر اشتباه نکنم وزنشان هم 65 کیلوگرم هست. خوب است، وزن خوب دارن، سنشان هم بسیار خوب است. یگان وقت ما هم قسمی که در اول یاد کردم که صدمات یا متراومه هایی که در جریان یک تعداد فعالیت ها یا یک تعداد ورزش ها به وجود می، یک تعداد ساختمان های در داخل مفصل زانو به نام منسک یا داره یا مردم به نام صابونک میگن او را و ساختمان های دیگه که به نام رابطه ها است که جلوگیری میکنه از حرکات غیر نرمال مفصل زانو، یگان را در اثر فعالیت های بسیار شدید گرفت بلند کردن وزن های بسیار سنگین سبب از این میشه که اینمی ساختمان ها پاره شوه که پاره شوه سبب وجود آمدن درد میشه و سبب محدودیت حرکی و بالاخره یگان وقت با یک اختلالاتی که حتی لاغر شدن یا ضعیف شدن یک پای است در قسمت های بالای مفصل زانو است. برای این برادر ما تجویز میکنم که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه بکنن با استفاده از عکس ایکس ری که رادیوگرافی و نرمال معاینات فیزیکی تشخیص شود که آیا این صدمه مربوط مفصل زانو است، کدام پاره شدگی در داخل مفصل زانو وجود داره یا نداره. با روشن شدن از این موضوع میتونن به زندگی نرمال خود ادامه بدن. ممنون شما، سپاسگزارم. میخوام در رابطه با عزیزانی که دوره جراحی رو سپری کردن و حالا با تعویض مفصل زانو روبرو هستن و تمام مراقبت هایی که شما عنوان کردین رعایت کردن، بحث فعالیت های فیزیکی، پیاده روی، ورزش کردن، فوتبال کردن، کارهای سفت و سخت، آیا ممکن هست که به این تعویضی که صورت گرفته آسیبی وارد کنن یا همچنان میتونن نرمال زندگی خود ادامه بدن؟ این هم قسم که من یاد کردم که یک تعداد اهتمامات را لازم میبینه که باید کسایی که تعویض مفصل زانو میشن، یعنی فعالیت های شدید سپورتی را هم قسم که من بیشتر یاد کردم نمیتونه که مثلا یک کسی که تعویض مفصل زانو پیش اجرا شده دوباره با میدان فوتبال میتونه که فرضاً استفاده کنه، اما این فوتبال یا فعالیت های بسیار شدید فیزیکی میتونه که سبب دوباره خطا خوردن هم و ساختمان های تثبیت شده یا مفصل مصنوعی در مفصل شده یا از فعالیت های عادی. از این خاطر تعویض مفصل پیش کسایی که یعنی فعالیت های بسیار شدید می داشته باشن پیشنهاد نمیشه. بازو عملیات های فرضاً یک جوانی که میخواد که در مزرعه کار بکنه، ما نمیتونیم با تعویض مفصل زانو زندگی زور از بین ببریم. باز ما پیشنهاد میکنیم برای ها که از تعویض مفصل زانو کده در پیش از این افراد جوان، یعنی خشک ساختن مفصل، یعنی دو سطح مفصلی را ما تراش میکنیم و دو سطح استخوان با هم دیگه میچسبانیم. این را به نام خشک سازی مفصل یا آرترودیز از نظر طب ارتوپدی یاد میکنن که باز میتونه این مریض باز حرکات نمی داشته باشه اما پای راست میتونه که بازی بیلان بزنه و فعالیت های شدیدی که در مزرعه کار میکنه یا در باغ کار میکنه این کارا را ادامه بده.
بسیار خوب، ممنون شما. در رابطه با رژیم غذایی هم صحبتی هست، چون بحث سلامت استخوان بله. هست و همه قسمه که عضویت انسان به خاطر بقا با مواد غذایی ضرورت داره. استخوان هم یک ساختمان استنادی هستن، هر ساختمانی که وظیفه استنادی را داشته باشه باید محکم باشه. به خاطر تقویت مفاصل و استخوان ها ضرورت است که ما از کلسیم که در مواد غذایی خصوصا شیر و لبنیاتی که از شیر ساخته میشه استفاده کنن، استفاده از شعاع آفتاب که ویتامین دی می داشته باشه، و یگان وقت در صورت محدودیت مثلا کسی از شعاع آفتاب اولی نداره استفاده کرده، نمیتونه در یک آپارتمان زندگی میتونه، میتونن از سپلمنت ها یا از ادویجاتی که در ترکیبش ویتامین دی و کلسیم هست از استفاده بکنن تا استخوان ها هم مقدار کافی کلسیم و ویتامین دی که هست در خود داشته باشه و از پوکی استخوان جلوگیری شه. ممنون دکتر صاحب، زنده و سلامت باشیم. با پایان برنامه نزدیک میشم، صحبت اخیر شما رو با بینندگان عزیز در خصوص این بیماری در رابطه با این مشکل میشنویم، بفرمایید. تشکر. ما با همیشه با مریضای خود و برای مردم هم میره چی میکنیم که شما فعالیت های عادی، ورزش های نرمال اینه، به خاطر تقویت استخوان ها و مفاصل ما حتما ضرور نیست که در یک کلاب ورزشی بریم و فعالیت های بسیار سنگین ورزشی را اجرا بکنیم تا استخوان و بدن ما بسیار قوی باشه. یکمان به خودش صدمات داریم. میشه انسان در خانه خود مثلا در یک آپارتمان یک زندگی میکنه یک تعداد فعالیت های فیزیکی را اجرا بکنه به خاطر تقویت مفصل زانو یا ساختمان. بله، ممنون شما، زنده و سلامت باشین. دکتر سپاسگزار میکنم از نظریات شما، از تشریحاتی که پیرامونه بحث داشتین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. و دوستان عزیز جهان، سپاس از همراهی همه شما. برنامه ما در همین جا به پایان رسید. امیدوارم مطالب امروزی مورد توجه شما از آن واقع شده باشه. جمعه خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزو میکنم، پر از نشاط، همراه با موفقیت و سلامتی، و انشالله تا روز شنبه که باز هم با برنامه روی خط زندگی در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. یک با یک شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.